سرخط خبرها. تغییر مهلت بقید گذاشتن شهروندان تاجیکستان در قرغیزستان. نه با بریتانیا برد، نه پول را داد. بازداشت رئیسی ارسا. بازداشت زنی که میخواست طفل نوزادش را فروشد. سلام بیننده های عزیز، امیدوارم خوب هستید. شما نویدی بامدادی را تماشا دارید. امروز پنجشنبه 5 سپتامبر. رئیس شرکت ارسرا که با وعده به بریتانیا بردن از ده ها کارجوی تاجیک پول گرفته است دستگیر کردند. آژانس ضد فساد در سامانه‌اش خبر داده است که هرچند این شرکت اجازت نامه نداشت، ولی با وجود از کارجویان نیم میلیون سامانی جمع کرده است. به نوشته آژانس اودیلوف، دیرکتور ژنرالی ارسا در شهر دوشنبه با قلابی متهم است و حالا در حبس پیشکی قرار دارد. او از ماه دکبر سال 2023 تا اپریل سال 2024 با راه فیره با باوری شهروندان تاجیکستان در آمده، دیده و دانسته از آنکه جمعیت او با شرکت های کارتامین کننده دولتی بریتانیا کبیر شرطنامه همکاری ندارد، برای با مهاجرت مهنتی روان کردن از شهروندان از 22,000 تا 25,000 سومانی طلب کرده، در مجموع 550,000 سومانی را گرفته است. آمده است در خبرنامه. این نهاد میگوید حالا نسبت به اودیلوف برای قلابی پرونده جنایتی آغاز کرده شده، او در حبس پیشکی قرار دارد. موقع شرکت در رابطه با بازداشت دیرکتور آن معلوم نیست. در 5 ماه اخیر این دومین رئیس شرکت است که برای فریب کارجویان در بریتانیا کبیر بازداشت شده است. ماه می سال روان ابراهیم احمدوف، رئیس دوره استقلال که آن هم با وعده به بریتانیا کبیر بردن ده ها کارجوی تاجیک پول گرفته بود، دستگیر شد. شروع از امروز 5 سپتامبر در قرغیزستان ترتیب نوی بقیدگیری برای شهروندان 8 کشور با رجعه بدون روادید موردی عمل قرار می گیرد. وزارت رشد رقمی قرغیزستان از این کشورها تاجیکستان، روسیه، قزاقستان، ارمنستان، بلاروس، گرجستان، آذربایجان و مالدوا نام برده است. ترتیب نو با قرار دیوان وزیران جمهوری درباره مسئله های بود و باش شهروندان خارجی و شخصان به شهروندی در قلمرو قرغیزستان از 31 ایول سال 2024 تصدیق شده است. شهروندان تاجیکستان قبلا می توانستند در قرغیزستان به مدت 6 ماه با حقوق تمدید منبعده به قید گرفته شوند. موافق قاعده های نو، شهروندان تاجیکستان، گرجستان، آذربایجان و مولدوا می توانند بدون انجام رسمیت حجت ها در مجموع تا 60 روز در دوام هر 120 روز تقویمی در کشور بمانند. پس از گذشتن 60 روز بود و باش در قرغیزستان، افرادی که به قید گرفتن نشدند وظیفه دارند که قلمرو جمهوری را ترک کنند و دوباره تنها پس از 60 روز تقویمی وارد شدنشان ممکن است. ماه می سال 2021 پس از نزاع خونین مرزی قرغیزستان سرحد خود را با تاجیکستان یک طرفه هم برای روای نقلیات و هم شهروندان ما بست. مقامات این کشور اعلان کردند که سرحد تنها بعدی به انجام رسیدن جریان علامتگذاری آن باز می شود. منیژه تلاش، رقاصه افغان که تیم پناهجویان را در بازی های تابستان المپی در پاریژ نمایندگی میکرد و برای یک شیور از حق شرکت در مسابقات محروم شد، میگوید از کاری که کرد پشیمان نیست. منیژه تلاش با نوشته در پیراهنش برای آزادی زنان افغان که طالبان حالا از حق کار و تحصیل و حقوق دیگر انسانی محروم ساختند، صدا بلند کرد و میگوید که کارش را ادامه میدهد. ادامه موضوع در گزارش همکارمان طاهری سفر. ما از برقه بال ساختم و خواستم برای جهانیان نشان بدم که دخترای افغانستان اوقدر قدرت دارن که میتونن از پیله پروانه بسازن. منیژه در این بالهایش شیاری زنان افغان را آزاد کنید نوشته است و برای همین از حق شرکت در مسابقات بریک دنس بازی های المپی تابستانه در فرانسه محروم شد. میگوید از کاری که کرد پشیمان نیست. میخوایم بازم بگویم کاری را که من انجام دادم یک شعار سیاسی نبود. بازم میگم که مثل یک درخواست از جهانیان بود. ولی من اگر میفهمیدم که از مسابقات حذف میشم، بازم حاضر بودم این کار را انجام بدم و حتی اگر به عقب برگردیم دوباره انجامش خواهد دادم. در بازی های المپی شعار و بیانیه های سیاسی من است و هر ورزشکار یا دسته ای که این کار را کرد تنبیه میگیرد یا از مسابقات محروم میشود. منیژه تلاش در مسابقات بریک دنس پناهجویان را نمایندگی میکرد. محروم شدنش از بازی هیاهوی زیادی را برانگیخت، چون برای حق زنان افغان صدا بلند کرد. منظور ما
حق بیرون رفتن از خانه، حق صحبت در جامعه و از همه مهمتر تحصیل است و ما به خاطر ای امروز اینجا هستم و تلاش میکنم. گروه افراطی طالبان که 3 سال پیش دیگر باره در افغانستان به قدرت برگشت، زنان افغان را تقریبا از این همه حقوق محروم کرد. پس از آمدن آنها منیژه و هزاران دختر مثل او از کشور گریختند. 21 سال دارد و عین حال در اسپانیا زندگی میکند. معذرت میخوام ولی در این نشستی خبری در فرانسه به هموطنان رنج کشیدهش در افغانستان با بغض در گلو و اشک در چشمان چنین پیام فرستاد. من اگر میفهمم همگی ما امروز ناراحت هستیم و قلبای ما درد میکنه، میخواییم برای دخترای افغانستان بگویم که امروز اگر من زنده هستم دلیلش فقط شما هستین. شما برای من انرژی میتین و لطفاً لطفاً تسلیم نشوین برای کسایی که امروز فقط به خاطر شما زنده هستن. ما یک روز دوباره کنار هم جمع خواهد شدیم و در کشور خود ما، در خانه خود ما، در خاک خود ما با صلح و آرامش و با آزادی بیان زندگی میکنیم. خیلی زیاد تشکر و امیدوار هستم دوباره همه ما برگرد. با افغانستانی که هیچ کشوری غربی تا کنون حکومتی طالبان در آن را به رسمیت نشناخته است و گفتند که یک شرط این کار خاتمه دادن به جبر و ظلم بر زنان و بازگردانیدن حق کار و تحصیل به آنهاست. در ناحیه اشتی ولایت سوخت یک زن 34 ساله را که میخواست کودک نوزادش را بفروشد بازداشت کردند. او را برای صادر نمودن جنایت خرید و فروش نابالغان گمان بردانستند. وزارت کارهای داخلی میگوید مقدس مددوی 34 ساله ساکن جماعت دهاتی افتخار ناحیه اشت برای عوض 15 هزار سومانی طفل یک ماه را به کسی دیگر فروختنی بود. به اطلاع منبع این زن 4 مرتبه شوهر کرده 5 فرزند به دنیا آورده است. مددوه یک فرزندش رو به فرزند خونی داده، دو تای دیگرش رو به مکتب اینترنت سپرده است و یک دخترچه خردسالش در تربیه خودش قرار دارد. هنگام این در بطنش بودن فرزند پنجم او اویله نو بنیاد میکند، ولی شوهر نوش دخترچه با او بوده رو قبول کرده از کودکی هنوز به دنیا نامدهش دست کشیده است. کودک همگی یک ماه داشته است. مقامات این زن را هنگام گرفتن 5000 سومانی همچون پیش پرداخت بازداشت و نسبتش پرونده باز کردند. مقامات ولایت الماتای قزاقستان خبر دادند که در ناحیه اویغور ولایت 4 حالت گرفتاری با 30 زخم یا سیبرسکی یزد را آشکار کردند. رسانه اینفورم بیورو نوشت 4 پایان بدون آگاهی پیشکی خدمات بایتوری محلی ضبط کرده شدند که تفتیشات را مشکل گردانده است. در حکومت ولایت الماتا گفتند متخصصان همه روزه حیوان ها را معاینه می کنند و تا حال نشانه های کلینیکی این بیماری را پیدا نکردند. طبق اطلاع وزارت کشاورزی قزاقستان سال گذشته در 4 ولایت این کشور اقمولین، جنبیل، ترکستان و قرغنده حالت های گرفتاری با 30 زخم ثبت شده یک نفر جان باخته است. سوختنی که با نام 30 زخم و در روسی همچون سیبرسکی یزد و معروف است یک نوع خطرناک بیماری سیرتی چوروی خونگی و وحشی است که با آدم نیز سرایت کرده می تواند. سوختنی معمولا در پوست انسان یا چورو ریشه دوانده در یک مدت کوتاه مریض را از پای می افتاند و حتی می تواند دوامی از 3 تا 5 روز به مرگ برساند. بخش یک روز تاریخ از مهمترین رویداد تاریخی برای امروز خبر می دهد. ده عصر پیش 5 سپتامبر سال 973 در خوارزم ابو ریحان بیرونی تولد شده است که در تاریخ چون دانشمند زوفنون انسیکلوپدیست نام برآورده است.
چون راجع به اکثر علم های دور کتاب نوشته است. ادامه دهنده راه علمی ابوبکر رازی و ابن سینا به خاطر دانش های عمیقش دوام 13 سال در دربار سلطان محمود غزنوی خدمت کرده است. از بیش از 100 اثرش 20 کتاب او تا به امروز رسیده، معروف ترینشان قانون مسعودی و تهدید و نهایت الاماکن و دیگر ها می باشند که در موضوع های ستاره شناسی و آنتروپولوژی بحث می کنند. 5 سپتامبر سال 2011 چرخه یا توربین اول نیروگاه برق آبی سنگتوت دو با اشتراک رهبران تاجیکستان و ایران امام علی رحمان و محمود احمدی نژاد فعال شد. این نیروگاه در 120 کیلومتری جنوب و شرق پایتخت تاجیکستان قرار داشته، بر فراز رودخانه وخش ساخته شده است و سرمایه گذار اصلی این طرح با ارزش 220 میلیون دلار ایران بوده است. نیروگاه سال 2014 پر به استفاده داده شد و در مجموع 220 مگاوات نیروی برق تولید میکند. 5 سپتامبر سال 2016 ظرفا رحمانی سابق مشاور حقوقی رئیس حزب ممنوع نهضت اسلامی بعد یک سال حبس از زندان رها شد. این تنها زن را در قطار 13 عضو دیگر ریاست حزب سال 2015 بعد محکوم کردن آن در تشکیل کودتای نافرجام به زندان انداختند. حزب ممنوع شده نهضت اسلامی این همه را تهمت بی اساس می نامد. صبح امروز بانک ملی 1000 روبل روسی رو با 118 سومانی، 100 یورو با 1178 سومانی و 100 دلار رو با 1066 سومانی مقرر کرده است. بینندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان برنامه. روز خوبی داشته باشید. خیر.